به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمتی یک و یک شما حضار گرانقدر برادران و خواهران نهایت مهربان. حضار محترم، امروز یک بار دیگر شما بزرگواران را زحمت داده ایم و در این مکان مقدس دعوت کرده ایم تا برای برادر مرحومم محمد زمان حیدری که دقیق یک سال قبل در عالم غربت جان شیرینش را از دست داد و جسم بیراهش را شما مردم شریف با احترام و عزت در خانه ابدیش گذاشته اید دعای خیر نمایید. و من به نمایندگی از خانواده بخصوص پدر و مادرانم از شما مردم بیدار و مؤمن جهان سپاسگزاری را دارم. در این یک سال غمناک اگر همدردی شما دوستان پشتوانه خانواده ما نمی بود، از دست دادن پسر عزیزشان پدر و مادرانم را نابود میکرد. ولی همدردی و دلداری شما بزرگواران قدرت و تحمل این درد بزرگ را با خانواده ما داد و ما از شما دوستان عزیز سپاسگزار هستیم. اجازه بدهید امروز هم به یاد اون دردانه مادرانم مذاهب اوقات شریف شما بزرگواران باشیم. حضور شما بزرگواران یک بار دیگر مایه تسلای دل داغدار خانواده ما می باشد. من فاطمه حیدری، خواهر کوچک مرحوم زمان حیدری، امروز میزبان شما بزرگواران هستم و برنامه امروز را گردانندگی خواهم کرد. برنامه ما خیلی طولانی نخواهد شد. امیدوارم تا آخر ما را همراهی نمایید و اینک برنامه خود را با تلاوت قرآن عظیم الشان آغاز میکنیم و از قاری محترم علی جمعه مرادی دعوت مینمایم در جایگاه تشریف آورده برنامه ما را آغاز نمایم. الی حضورشان در جایگاه بر محمد و آل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
حضور گرمی شما خوبان را در سال روز برادرم کارلوی محمد زمان حیدری خوش آمد میگویم و من هم میخواهم با روح برادرم کمی درد دل کنم. برادر عزیزم، با رفتنت قلبم را با غمی بیکران پر کرده ای. هرچند دیگر در میان ما نیستی، اما خاطره هایت همیشه در قلبم زنده هست. در گذشتت جهانم را تیره و تار کرده است. تو نه تنها برادرم بلکه بهترین دوستم بودی. روحت شاد و یادت گرامی باد. برادری عزیزم، با هر غروب خورشید دلتنگیم برای تو بیشتر می شود. تو نه تنها برادرم بلکه رفیقم و همدمم بودی. خاطرات من همچون ستاره در آسمان های شب می درخشند. ولی حضورت همچون ماهی که پشت ابرها پنهان شده دیگر دیدنی نیست. گاهی اوقات آرزو میکنم کاش میتوانستم زمان را به عقب برگردانم و لحظه های بیشتری را کنار تو سپری کنم. امیدوارم در آن دنیا در آرامش و صلح باشی و منتظر روزی باشی که دوباره همدیگر را ملاقات کنیم. دلتنگیم برای تو هرگز پایان نخواهد یافت. تا ابد در قلب من جای داری. میدانی بزرگترین حسرتم چی هست؟ اینکه ای کاش روزی آخر بیشتر با تو صحبت میکردم. روزی آخر بیشتر با چشمانت نگاه میکردم و آن حرفی که همیشه در دلم بود با تو میگفتم. کاش روزی آخر با تو میگفتم که برادر جان، میدانی چقدر دوستت دارم؟ و چقدر در قلب من جای داری؟ کاش اینها رو با تو میگفتم تا واکنشت را به این حرفایم میدیدم و من هم از زبانت میشنیدم که تو هم دوستم داری و تو هم خانه برای من در قلبت ساخته ای. اما من اینها را به تو نگفتم، تو گذاشتی و رفتی و این آخرین دیدار من با تو بود. حالا حرفایم را به سنگ قبرت میزنم. حالا هر روز به کنار مزارت میشینم و هزار بار به تو میگویم که برگرد برادر جان. اما چی سود؟ تو برای همیشه مرا ترک کرده و رفته ای و من دیگر قرار نیست که از زبانت واژه دوستت دارم را بشنوم. گریه کردن و دعاهایم بر سر مزارت تنها کاری است که میتوانم برای کم شدن درد فراقت انجام دهم. برادر عزیزم، روحت شاد و خاطراتت جاودانه بماند. تو همیشه قهرمان زندگی من بودی و همیشه خواهی بود. ای کاش شفیقه خواهرم این روز در کنارم می بود و لحظه با او از خاطرات تو قصه می کردیم و من از شفیقه جان حیدری خواهرم بابت کمک های مالیش سپاسگزارم. روح برادرم شاد و بر محمد و آل محمد صلوات. برادر چون گل و خواهر گلاب بدونی یک دیگر دنیا عذاب. نباشد خواهری دور از برادر که دنیا بر سر هر دو خراب است. واقعا که رفتن برادر من هنوز در باورهای من نمی گنجد. برادر عزیزم، روح از شاد و یادت گرامی باد. همه چیز داشت خوب پیش می رفت تا اینکه ناگهان روزی ناباورانه از کنارمان رفتی و ما ماندیم و حسرت این روزهای سنگین و سخت. در سال روز پرواز ناباورانه برادر عزیزمان بر مزارش گرده هم می آیم و اکنون از استاد محترم استاد اسدالله بهار خواهش مندیم در جایگاه آمده محتویاتشان را بیان سازد. ایشان را با صلوات بلند محمدی همراهی کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تسلیت و همدردی دارم خدمت جناب حیدری صاحب، دو مادر داغدارش و خواهران عزیز قومای شریفی که دیجا تشریف دارن. حضور گرم و صمیمانه مؤمنین
به خصوص علمای بزرگوار که در جایگاه تشریف دارند خوش آمدید عرض میکنم. ما یک سال دقیقا یک سال میشه که جوان عزیز را از قریه خود در مسیر راه از دست دادیم و این تنها جوان نیست که ما از دردش بنالیم. خانه خانه ما درد دارد، جوانان زیاد را در این مسیر راه از دست دادیم و هنوزم از دست داده روان هستیم. همین چند روز پیش هم یکی از کشتی های مسافرین در مسیر آبهای اروپا غرق شد که خانه های زیاد را مادرهای بسیار را داغدار ساخت و ما یک کوتاه نوشته داشتم خدمتتان قرائت میکنم، وقت زیادتان نمیگیرم. باز هم خدمت ایدری سر دو خواهر عزیزی که در اینجا تشریف آوردن و مجری برنامه هستند، خواهران و برادران و دوستان و وابستگانی که مثل خود ما داغدار است، اشکشان جاری است، بر از اونا باز هم تسلیت و صبر از خداوند متعال می‌خواهیم. بر محمد و آل محمد صلوات. آدم نمی‌داند از کجا آغاز کند و سفره دلش را چگونه باز کند، کدام درد را تسلا دهد و از کدام نبودنها شکایت کند و بر کدام غصه ها اشک بریزد. آدم نمی‌داند با که قسمت کند دردهای مشترک را و از که دلداری بجوید و با که راز دل بگوید، که دلهای همه داغدار است، که خانه‌های همه ویران است، مادران تنها، پدران بیکس، فرزندان آواره، دلها خسته و راه باریک و ناپیدا، و آدمی در اوج سرگردانی دنبال نام از خانه اش پرواز کند، به دریا بیفتد و خوراک کوسه های سرمست شود. آهای هموطن بی وطن، آهای وطن داران بی وطن، با شماستم. حرف دل را با که بگویم، سختی کدام راه را شکایت کنم، از افسردگی کدام آواره برایتان قصه کنم، تحقیر کدام سرزمین را ندیده اید و پیش کدام مردم تملق نکرده اید و از مسیر کدام راه جنازه جوانی به شما نرسیده است و در کدام گوشه دور فرزند عزیز شما آواره نیست. و ما هنوز بی وطن و ما هنوز سرگردان دنبال نان می رویم و تا هر زمان که وطن نداشته باشیم گشنه می مانیم، تحقیر می شویم و این درد مشترک است. دارو پیدا کنیم تا فرزندان بالغ و نابالغ من خانه‌اش را ترک نکند، کنار مادرش بماند، تنهایی پدرش را پر کند و با خواهر کوچکش بخندد. و خود را صاحب یک وطن بداند و من نمیدانم دردهای گذشته را چگونه تسلا کنم، چون نگران آینده ام. حیدری عزیز، فرزند شما برادر من است، روح تمام فرزندان و برادرانم که از دست داده ام شاد باد و روح زمان حیدری از مجلس ما خوشنود باد. بر محمد و آل محمد صلوات. در سرزمین خاطره ها آنانی که خوبن همیشه سبزند و آنانی که محبت ها و دوستی ها را بر قلبشان نشان برافراشتند همیشه به یاد میمانند.
از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزارم.